My name is Anne and I am 19 years old. اسم من آنه و 19 سالمه. یک پسر کوچیک دارم و با پدر و مادر و خواهر و برادرهام در یک کلبه یک اتاق زندگی می کنم در شهرستانی در آفریقای جنوبی. پدرم قبلا تک و تو کارهای روزمزد انجام میداد اما از زمان شیوع کرونا حتی یک کار هم نگرفته. مجبور شد از رباخارها وام بگیره و قرض بالا آورد. به خاطر قرنطینه همه ای خانواده توی خونه گیر افتادیم در ماهای اولیه شیوع بیماری پدرم مست میکرد و من و مادر و خواهرم رو کتک میزد ما اسم آن را عوض کرده و حرفهایش را صدا گذاری کردیم او یکی از تقریبا 15 میلیون زن جهان است که بنابر آمار یونیسف و دفتر زنان سازمان ملل به زای هر سه ماه قرنطینه مورد خشونت خانگی قرار گرفتند این نهادها میگویند در بعضی از کشورها گزارش های خشونت خانگی در دور همهگیری چهل درصد افزایش داشته در وضعیت خطرناکی هستیم که ممکنه یه نسل از دخترها و زنهای جوان رو از دست بدیم و همینطور دستاوردهای برابری جنسیتیمون در ده سال گذشته رو دخترهای زیادی به مدرسه برنگشتن و میدونیم زنهای جوان شغلهاشون رو از دست دادن و به محیط کار برنگشتن اونا همینطور سرپرست خانوادند به نظر من خیلی خطرناکه اما فقط زنان طبقات فرودست در مرز خشونت نیستند. سندی شاب یک سوپر مدل تایلندی و سفیر حسنیت سازمان ملل است. خشونت انواع مختلفی داره. خشونت احساسی. میدونید نادیده گرفتن هم یه خشونته. وقتی به گذشته فکر میکنم، بله خیلی وقتا تجربهش کردم. بارها قبل از شوی مد باید کبودی های روی پای دوستام رو با می میپوشوندم. ما فقط دخترها رو نصیحت میکنیم که از خودشون محافظت کنن. بهشون میگیم خودشون رو بپوشونن، خودشون رو در شرایطی قرار ندن که تنها دختر جمع باشن. اما با پسرها در برد احترام، رضایت و از این قبیل حرف نمیزنیم. آن حالا تحت پوشش حمایتی یک خیریه محلی در آفریقای جنوبی است. شماره تلفن آنها را رو از روی پوسترهایشان در محله برداشت و از طریق پیام رسان واتساپ با آنها تماس گرفت. خیلی به پدرش هم کمک می کند really قبلا اوضاع خونه واقعا بد بود اما الان پدرم تحت درمانه و شرایط خانواده رو به بهبود من هم دارم کمک دریافت می کنم تا بتونم درسم را ادامه بدم آن میگوید دوست دارد در آینده آتش نشان شود و پسری با ادب بار بیاورد که با زنان درست رفتار می کند مگه موهن سی